آیا آشور، آیا کشته شدن احتمالی فرمانده نظامی حماس یا فرماندهان نظامی حماس در غزه میتونه دلیل عقب نشینی این گروه تروریستی از مذاکرات آتش بس بوده باشه؟ اگرچه خبرها زد و نقیزه در این باره. ولی ببینید، در گذشته ما شاهد بودیم که اسرائیلی ها نه تنها رهبران بلکه خانواده رهبران حماس رو هم مورد هدف قرار دادن و هیچ وقت این باعث نشده که اینها عقب نشینی بکنن. در واقع حماسی ها میدونن که جان اینها و خانوادهشون هر لحظه در خطر هستش و این رو قبول کردن. اما این حمله که گفته میشه به بهانه اینکه این تروریست اینجا بوده انجام شده، 90 کشته از بین غیر نظامیان داشته و 260 نفر هم زخمی شدن و این در واقع بسیار سخت هست برای حماس که به مردم غزه و مردم فلسطین بگه که ما در حال مذاکره هستیم با اینها، در حالی که اینها 90 نفر از شما رو کشتن فقط به بهانه اینکه یک نفر رو مثلا در اینجا هستش، که هنوز هم واضح نیست. یعنی حتی خود نخست وزیر اسرائیل هم گفته ما نمیدونیم که آیا واقعا این کشته شده یا اینجا بوده یا نه. بنابراین دلیل اصلی این نیست که این آقا کشته شده یا زخمی شده، دلیل این هستش که اصولا در واقع در مقابل مردم فلسطین برای اینها وجهی خوبی نداره که در حال مذاکره با اسرائیل هستن که اینها رو میزنه. مسئله دوم و اصلی این هستش که اصولا خیلی سمبولیک نیست و به خاطر همین رسانه ها بهش اشاره نمی کنن، این هستش که اصولا مذاکره کنندگان اسرائیلی توافق کردن در واقع بر سر بعضی از بندها، بعد از اون روز بعد نخست وزیر اسرائیل تمام اینها رو رد کرده و این باعث شده که متری ها به این نتیجه برسن، همونطور که شما اشاره کردین در اول خبرتون، که اصولا اسرائیلی ها فرار مماطله میکنن، وقت کشی میکنن و هدفشون این نیست که در واقع این مذاکرات به نتیجه برسه. به نظر میاد که برای اسرائیل داره به آمریکا نگاه میکنه و میگه که وضعیت انتخابات آمریکا چطوری میشه. ظرف این 8 ماه گذشته هدف نتانیاهو این بوده که حد اکثر مماطله رو انجام بده تا بعد از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، حتی اگر بایدن دوباره هم رئیس جمهور بشه، احتمال اینکه بیاد به اسرائیل فشار بیاره بسیار کم هستش بخاطر که رئیس جمهور شده. اما اگر به بازه و ترامپ رئیس جمهور بشه، که ما میدونیم ترامپ طرفدار حمله اسرائیل به غزه است و مشکلی با اون نداره، برای این مماطله اسرائیلی ها سیاسی هستش و اصولا هدف نظامی نداره. یعنی در غزه هدف نظامی جدی برای اینها باقی نمونده. تا اینجای کار ثابت شده که اینها توانایی آزاد کردن این گروگان ها رو ندارن، اگر میتونستن در این 8-9 ماه انجام داده بودن این کار رو. همچنین برای اینها ثابت شده که رهبران حماس رو نمیتونن همه اینها رو حداقل بکشن، و هر از چند گاهی یکی رو میکشن فرصت دارن حماس که اینها رو در واقع جایگزین بکنن. بنابراین اهداف نظامی که تعیین شده برای غزه، اون مقداریش رو که اسرائیل میتونسته بهش برسه رسیده و بقیهش براش امکان پذیر نیست. اما اهداف سیاسی دولت اسرائیل، بیرون راندن فلسطینی ها از غزه، جدا کردن اینها از بقیه فلسطینی ها در نوار باختری، اجازه ندادن به حکومت فلسطینی در کرانه باختری که آمریکایی ها میخواد بیاد و در غزه هم حاکم بشه، این رو اجازه ندن. مذاکرات صلح دراز مدت که احتمالاً بعد از پایان جنگ تحت فشار اروپا و آمریکا قرار خواهند گرفت و حتی کشورهای عربی که بیان وارد مذاکرات دراز مدت بشن و قضیه فلسطین رو برای همیشه حل بکنن، تمام اینها رو میتونه عقب بندازه آقای نتانیاهو و تندروهایی که باهاش هستن با ادامه این جنگ، و به خاطر همین هم است به نظر میاد داره مماطله میکنه. خب آیا شو در صورتی که بپذیریم مذاکرات آتش بس غزه ادامه خواهد داشت، به ما بگید با توجه به تشدید حملات اسرائیل، حماس به واقع برای ادامه مذاکرات در چه موقعیتی قرار گرفته؟ به هر حال به موضوع کشته شدن فرماندهان کلیدی حماس هم اشاره شد. بله، حماس در واقع ظرف این 8 ماه گذشته از این ضعیف‌تر نبوده، الان در وضعیت بسیار ضعیف‌تر نسبت به گذشته قرار گرفته. به خاطر همین هم هست که حاضر شده بعضی امتیازات رو به اسرائیلی ها بده و اسرائیلی ها در مقابل هم به ظاهر در قاهره و قطر بعضی امتیازات رو دادن، یعنی مذاکره کنندگان اینها. پس چرا آقای نتانیاهو میگه خواهان 29 تغییر شدن در این آتش بس؟ اصل قضیه رو قبول کردن، اصل قضیه مشکل هستش. در واقع این تغییراتی که میکنن تغییرات جزئی هستش، اصل قضیه رو در واقع قبول کردن، عکس این پیشنهادی که داشتن اصلش رو قبول کردن. اینجا بوده که اینا اومدن در واقع به نوعی امتیاز دادن، حالا به معنا نیست که همه امتیازات رو به اسرائیل دادن. اسرائیلی ها هم
اومدن گفتن که ما هم امتیاز دادیم و در اول، اما بعدن آقای نتانیاهو تمام اون امتیازات رو رد کرد و حتی قبول، در واقع هر دو طرف باید یه سری امتیاز به هم بدن، فلسطینی ها یا در واقع حماس بعضی از خواسته های اسرائیل رو قبول کرده، نه همشون رو، بعضی هاشون رو، و امتیازاتی داده. اسرائیلی ها هم باید همین کار رو بکنن و مذاکره کنندگانشون هم این رو قبول کردن، اما آقای نتانیاهو و متحدین سیاسیش این رو قبول نکردن. برای این هیچ کدوم از دو طرف امتیازات کامل به هم نخواهند داد. در واقع این مذاکرات به این همیشه به این صورت هستش که هر طرف باید مقداری امتیاز بده و هر طرف باید مقداری از خواسته های طرف مقابل رو قبول بکنه. الان در واقع فلسطینی ها یا حماس با توجه به ضعفشون در وضعیت در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارن و تمایلی به ادامه این جنگ فعلی ندارن، بخاطر همین هم هست که حاضر شدن امتیاز بدن. اما به نظر میاد که نتانیاهو فکر میکنه که این به نفعش نیست و اصولاً از نظر سیاسی در هستش که در جنوب جنگ رو ادامه بده. برنامه بعدی در واقع اسرائیلی ها این هستش که حتی اگر هم مجبور بشن در جنوب به توافقی با حماس برسن، جبهه شمال رو در واقع با لبنان باز بکنن. سپاسگزارم آقای غسان آشور، کارشناس امور خاورمیانه از بوستون، که دعوت ما رو پذیرفتید.